اگر همین الان قلبت برای چند ثانیه وایسه، چه اتفاقی میفته؟ مغزت خاموش میشه؟ آگاهیت از بین میره یا یه چیزی اونورتر منتظرته؟ دانشمندای یه چیزایی رو کشف کردن که ممکنه همه چی رو عوض کنه. خب بیایید از مرگ همونطور که علم بهش نگاه میکنه شروع کنیم. تو دنیای پزشکی مرگ یعنی پایان برگشت ناپذیر عملکردهای حیاتی. یعنی چی؟ یعنی قلب دیگه نمیزنه، نفس کشیدن متوقف میشه و مهمتر از همه مغز دیگه هیچ سیگنالی نمیفرسته. ولی اینجا یه تفاوت مهم داریم بین مرگ بالینی و مرگ مغزی. مرگ بالینی همون چیزیه که تو فیلم ها زیاد میبینیم. طرف نفس نمیکشه، ضربان نداره، ولی اگه به موقع CPR یا شوک داده بشه ممکنه دوباره برگرده، یعنی هنوز امیدی هست. اما مرگ مغزی یعنی مغز برای همیشه خاموش شده. نه اینکه فقط نمیتونی فکر کنی، بلکه حتی مغز دیگه نمیتونه کنترل تنفس یا گردش خون رو هم حفظ کنه. تو این حالت حتی اگه قلب با دستگاه کار کنه، شخص از نظر علمی مرده حساب میشه. حالا بریم ببینیم وقتی این خاموشی اتفاق میفته تو بدن چی میگذره. اولین چیزی که آسیب میبینه سلول‌های مغزن، چون مغز به شدت به اکسیژن وابسته است. بدون اکسیژن فقط چند دقیقه طول میکشه تا سلول‌های مغزی شروع به مردن کنن. بعد از اون نوبت بقیه ی اندام هاست. کلیه، کبد، پوست، همه به نوبت خاموش میشن. سلول‌ها به خاطر نبود اکسیژن و تجمع مواد سمی یکی یکی از کار میافتن، مثل یه شهر که برقش رفته باشه و تک تک چراغا خاموش بشن. جالب اینجاست که بدن ما یه حالت دفاعی هم داره، مثل کاهش دمای بدن و کند شدن متابولیسم، انگار که داره زمان میخره، شاید یه معجزه‌ای رخ بده. ولی اگه این خاموشی طول بکشه بدن وارد یه روند غیر قابل برگشت میشه. اینجاست که دیگه علم پایان رو اعلام میکنه. اما مغز، اون چیزی که از ما میسازه. مغز ما مثل یه شبکه الکتریکی پیچیده است، میلیاردها نورون که مدام با سیگنال‌های الکتریکی با هم حرف می‌زنن. همه فکرها، خاطره‌ها، احساساتمون در واقع همین جرقه‌های کوچیک الکتریکی‌اند. ولی وقتی جریان خون قطع میشه، دیگه اکسیژن و گلوکوز نمیرسه به مغز و بدون اونها برق این سیستم خیلی زود می‌پره. تقریباً 20 ثانیه بعد از ایست قلبی، الکتریسیته مغز می‌خوابه. نوار مغزی صاف میشه، یعنی هیچ فعالیت مغزی قابل تشخیصی وجود نداره. ولی عجیب اینجاست، درست قبل از اینکه مغز کامل خاموش بشه یه پدیده یه جالب دیده شده. بهش میگن burst of brain waves یا همون انفجار ناگهانی امواج مغزی. یه جورایی مثل آخرین جرقه های یه لامپ قبل از اینکه بسوزه. دانشمندا تو بعضی از بیماران دیدن که درست بعد از توقف قلب مغز یه موج خیلی شدید از فعالیت نشون میده. حتی تو بعضی موارد این موج از زمانهای بیداری هم قوی تره. حالا سوال اینه، این افزایش فعالیت مغزی یعنی مغز داره تو لحظه مرگ یه جور مرور سریع از زندگی میسازه یا صرفاً یه واکنش بیولوژیکه، مثل تخلیه برق توی سیستم؟ نظر تو چیه؟ تحقیقات روی موش‌ها نشون دادن که بعد از ایست قلبی برای چند ثانیه فعالیت مغز نه تنها قطع نمیشه، بلکه خیلی منظم‌تر و هماهنگ‌تر هم میشه. انگار مغز توی لحظه مرگ وارد یه وضعیت فوق تمرکز میشه. بعضی دانشمندا اینو ربط میدن به تجربه هایی مثل مرور زندگی یا دیدن نور در تونل. بررسی های نوار مغزی تو بیمارای در حال مرگ نشون میده که مرگ مغز یه روند ناگهانی نیست. انگار مغز تو لحظات آخر یه نمایش نور و الکتریسیته اجرا میکنه قبل از اینکه کامل خاموش بشه. اما کسایی که مردن و برگشتن چی؟ توی بیمارستان ها بارها پیش اومده که کسی قلبش وای میسته، چند دقیقه هیچ ضربانی نیست، ولی بعد از احیا برمیگرده و چیزایی تعریف میکنه که عقل از سر آدم میپره. مثلا میگه حس کردم از بدنم خارج شدم، از بالا داشتم خودم رو روی تخت میدیدم، یه نور خیلی قوی ولی آروم دیدم، حس میکردم همه چی رو میفهمم، حتی گذشتم و تماشا کردم مثل یه فیلم. اینا رو بهش میگن تجربه نزدیک به مرگ. حالا سوال اینجاست، آیا مغز این تصویرها رو میسازه یا واقعا یه چیزی اونورتر وجود داره؟ برخی دانشمندان معتقدن که این تجربه ها حاصل فعالیت های مغزی تو لحظه های آخره. وقتی اکسیژن کم میشه، مغز ممکنه وارد حالت هایی بشه که تو خواب یا توهم هم مشابهش دیده میشه. مناطقی مثل لوب گیجگاهی و سیستم لیمبیک درگیر میشن. نتیجه مرور زندگی، حس خروج از بدن،
حتی دیدن نور. اما یه سری پژوهش‌ها داستان رو پیچیده‌تر می‌کنن. تو یکی از تحقیقات معروف به اسم اورستادی، دکتر سام بیماران ایست قلبی رو بررسی کرد. چند نفر از اونها که مغزشون عملاً خاموش بود، خاطرات دقیق از محیط اطراف داشتن، حتی از مکالمات و اتفاقاتی که ظاهراً نباید درک کنن. اینجا یه خط نازک بین علم و ناشناخته است. شاید مغز اونقدری که فکر می‌کنیم هنوز هم کاملاً خاموش نشده، یا شاید واقعاً آگاهیمون چیزی بیشتر از یه سری سیگنال مغزیه. تجربه نزدیک به مرگ یکی از معماهای پر رمز و رازه که هنوز علم داره باهاش سر و کله می‌زنه. تا اینجا فهمیدیم که بدن خاموش میشه، مغز هم میره توی تاریکی، ولی یه سوال اساسی هنوز رو میز مونده. آگاهی چی میشه؟ همون چیزی که باعث میشه بدونی تو تویی، اون حس درونی که داری زنده ای، میفهمی، تجربه میکنی. آیا این آگاهی فقط یه محصول شیمیایی و الکتریکی توی مغزه؟ یعنی با خاموش شدن مغز آگاهی هم میپره، تموم میشه؟ یا ممکنه یه چیزی فراتر از مغز باشه؟ بیشتر نوروساینتیست ها میگن بله. یعنی وقتی میلیاردها نورون با هم کار میکنن، یه چیزی به اسم آگاهی از دلش در میاد و وقتی اون شبکه خاموش میشه، آگاهی هم دیگه نیست. اما این تنها نظریه موجود نیست. یه نظریه خیلی جذاب و بحث برانگیز هست به اسم نظریه آگاهی کوانتومی که توسط راجر پنروز، فیزیکدان مشهور، و استوارت همروف، متخصص بیهوشی، مطرح شده. اونا میگن که آگاهی نه توی سیناپس‌های مغز، بلکه توی یه چیزای ریزتری به نام ریزلوله‌ها توی سلول‌های مغزی اتفاق میفته و اونجا فرایندهای کوانتومی رخ میده. حالا نکته جالب اینه فرایندهای کوانتومی طبق قوانین فیزیک ممکنه مستقل از زمان و فضا باشن. یعنی آگاهی شاید بتونه خارج از مغز هم ادامه پیدا کنه. البته این نظریه هنوز ثابت نشده. خیلی ها نقدش میکنن و میگن بیشتر شبیه فلسفه است تا فیزیک. اما نظر تو چیه؟ چیزی که دربارش تقریبا اتفاق نظر وجود داره اینه که وقتی مغز کاملا خاموش بشه، مثل مرگ مغزی واقعی، اون چیزی که بهش میگیم آگاهی دیگه ادامه پیدا نمیکنه. حداقل نه به شکلی که الان درکش میکنیم. ولی آیا این همه داستانه یا فقط یه بخش کوچک از یه پازل خیلی بزرگتر؟